یکی از قابلیت های توانمند فانال کات وجود مارکرز هست. مارکرها رو ما تو ورژن های قبلی هم میتونستیم خیلی ازشون استفاده بکنیم و کارهایی های خیلی خاصی داشتن. به طور مثال شما وقتی یه فیلم طولانی رو کپچر کردید میتونستید مارکر رو روش اضافه بکنید و لیستش اینجا برای شما میومد. به طور مثال اینجا من میتونم این مارکر رو اینجا قرار بدم و وقتی که فرض کنید شما تا اینجا اومد میتونم بگم که این مارکر رو برای من طولانی تر کن، همونطور که شما اینجا میبینید Alt و تیلدا. حالا درسته که اینجا دیده نمیشه ولی خب یه دوم کوچیکی برای اون مارکر اضافه میکرد، به این معنا که مارکر بلندتر از یک لحظه در زمانه. همونطور که شما اینجا میبینید ما دوتا مارکر داریم که دقیقا یه همچین شکلی دارن. اما قابلیت این مارکرها به طور مثال همین مارکر خیلی فراتر از اون چیزی بود که شاید در نظر اول به نظر میرسه. من چه جمله استفاده کردم ولی خب در صورت کامند Alt M یکی از شورتکات هایی که من واقعا بهتون توصیه میکنم حتما حفظ کنید همین کامند Alt M. به طور مثال من اینجا می نویسم 100 در 100 و در توضیحش هم توی کامنتش هم می نویسم بدون شکر. به محض اینکه من اوکی رو بزنم شما همونطور که می‌بینید روی خود صفحه این تصویر دیده میشه و نوشتش هم اینجا وجود داره. شما اگه خود فایل اصلی رو باز کنید اینجا هم هستش این عناوین. یه قابلیت خیلی خاص فانال کات که حتما قبلا باش آشنا هستید اینه که اگه خود این مارکر رو درگ بکنید اینجا به عنوان کلیپ میارتش. اگر مارکر شما از این مارکرهای بلند و دمدار باشه، یعنی از یه مارکر لحظه طولانی تر باشه، دقیقا از شروع مارکر تا اون انتهای دومش رو میاره. اگر مارکر شما مثل این مارکرها باشن که دقیقا یک لحظه از زمان باشن، از اینجا تا مارکر بعدی رو براتون میاره اگر درگش بکنید. به طور مثال من اگر فرض کنیم شما این ریختن پرتقال رو اینجا داریم، مثلا فرض کنیم اینجا بیام و یک کلیپ دیگر انتخاب کنم مثلا این پرتقالی که خیسه که اصلا اینجا داریمش، پرتقال تک، مثلا من یه مارکرم اینجا میزنم که حالا اسم خاصی نمیخوام بهش بدم، مگه این پرتقال تک رو درگ بکنم دقیقا همونطور که شما اینجا میبینید از اینجا تا اینجا برای من وارد تایملاین فانال کات میشه. خب اما قابلیت های جدید مارکرز توی فانال کات 7 چیه؟ شما اگر فرض کنیم اینجا بیانی و یه مارکر اضافه بکنید، مثلا اینجا من اسمشو بذارم قطره، همونطور که دیدید شما از مارکرز اد یا تیلدا یا ام و برای ادیت کردنش هم که همونطور که میبینید کامند Alt M. علت اینکه من قد تاکید دارم میکنم اینه که واقعا یاد گرفتن این شورتکات ها میتونه خیلی به دردتون بخوره و برای اضافه کردنش و طولانی تر کردنش هم که همونطور که گفتم خدمتتون Alt و تیلدا است. به طور مثال شما میاد اینجا Alt و تیلدا رو میزنید و همونطور که میبینید دومش اضافه میشه. اما شما اینجا میتونید توضیحاتی اضافه بکنید، به طور مثال 100 در 100 و 100 در 100 خالص، که بعدن اگر خواستید میتونید با سرچ اونها رو پیدا کنید. مثلا من اگه اینجا بیام توی ادیت find و بگم خب کجای تایملاین من هست که یه خالص داره، بلافاصله براتون پیداش میکنه و شما رو به سر اون مارکر میاره. قابلیت دیگه این مارکرها توی این ورژن وجود رنگ برای اون هاست. به طور مثال ما میخواییم مارکرهایی که برای نماهای جلوه های ویژه میرن رو
با یه رنگ دیگه مشخص بکنیم. ببخشید خیلی بد توضیح دادم. نماهایی که میخوان برای جلوه ویژه برن رو با یه رنگ مشخص کنیم، نماهایی که باید کار خاص صدا روشون بشه با یه رنگ مشخص کنیم، و آخر. ببینید اینجا ما الان یه نما داریم که آب پرتقال رو ما از بالای پرتقال ریختیم و از این زیر قطره قطره میاد. ما حالا باید این تصاویر رو توی موشن ببریم، از یک فریم ثابتش که مثلا اینجاست از پرتقال بالا استفاده کنیم، خود پرتقال رو پایین تر بیاریم، و از قسمت ریختن هم از این قسمت پایین کلیپ استفاده کنیم. در واقع باید دو تا تصویر رو هم ترکیب کنیم تا به تصویر بهتری برسیم، اتفاقی که خب توی کار تبلیغات ما خیلی باید انجام بدیم تا جایی که میتونیم تصاویرمون زیباتر و قشنگتر باشه. اما از اونجایی که این نماها نیاز به کار جلوه های ویژه دارن، من میتونم یه مارکر اینجا بزنم و حالا بیام اینجا بزنم نیاز به ترکیب، و حالا تو کامنتش هم می‌نویسم که سه تصویر باید ترکیب شود. ببخشید که خیلی طولانی شد این تایپ من. و رنگ حالا مثلا نماهایی که نیاز به جلوه ویژه دارند رو من با رنگ زرد مشخص میکنم، و حالا از اینجاست تا به طور مثال اینجا من با زدن آلت تیلدا این کار رو انجام میدم. ممکنه روی این یکی تصویر رو ما بخوایم یه صدای آبشار بذاریم، نیاز به کار صدا داشته باشه. حالا میایم اینجا دوباره M، این بار برای کار صدا میتونم رنگ آبی رو انتخاب بکنم و صدای آب شار، و حالا از اینجاست به طور مثال تا اینجا. اینطوری خیلی راحت تر میشه خود تایملاین رو مدیریت کرد، و شما اگر روی کلیپ هاتون رو از این مارکر را اضافه کرده باشین، دقیقا باز به اونها میتونید این توضیحات رو اضافه بکنید، میتونید با رنگ اونها رو سوا بکنید و الاخر. اما یک نکته خیلی جالب دیگه که به فانال کات اضافه شده و به عنوان آخرین نکته توی قسمت مارکرها خدمتتون میگم، اینه که اگر شما قبلا تایملاین مارکر گذاشته بودید و کلیپ هاتون رو جابجا میکردید، مثلا این ور اونور میآوردید، تغییر توی این مارکرها ایجاد نمیشد و باید اونها رو هم جابجا میکردید. اما الان من اگر این کلیپ رو حذف بکنم از تایملاینم، شما همونطور که دیدید مارکرها با کلیپمون جابجا میشن. یا به طور مثال اگه چیزی اینسرت بکنم اینجا، باز به همین شکل این مارکرها با این کلیپ ها جابجا میشن. اما شاید شما بگید که خب این همیشه هم شاید به درد نخوره، خیلی از وقتا ممکن آدم بخواد این امکان رو خاموش بکنه، من شاید نخوام اینا جابجا بشن. شما اگر این عنوان، این چراغی که تازه اضافه شده به فانال کات، ریپل سیکونس مارکرز رو غیر فعال بکنید، این خاصیت از بین میره. من اگه اینجا این کلیپ رو حذف بکنم، شما همونطور که میبینید مارکرها سر جاشون ثابت موندن و دیگه تغییر مکان نمیدن.